این گسست تمدنی چرا چنین چیزی پیش میاد؟ چگونه ممکنه در یک جایی گسست تمدنی پیش بیاد؟ من مایلم شما یکمی خودتون در این مورد صحبت بکنید. دو نفر از دوستان داوطلب بشن صحبت بکنن که برداشتشون چیه؟ چطوری ممکنه یک جا یا در یک دوره یک گسلی در تمدن ایجاد بشه؟ بفرمایید. با سلام و تشکر از دوستان، من فکر میکنم هر بحره از تاریخ که یه عده محدودی برای جمع، برای اکثریت تصمیم بگیرن، به جای اونا فکر کنن و انسان‌ها رو مثل گوسفند قالب توی قالبی بریزن، این قالب رو به هر شکلی که بخوان میتونن اونو ازش استفاده کنن. و همین که ما همیشه میدونیم که دنیا به یه خرد اندکی اداره میشه و این که ما فکر کنیم که نه، کسایی که رو کارن همه امور رو میدونن، خیلی دانان، خیلی آگاهن، اصلا چه این چیزی نیست. و هرچی که بیشتر ما اجازه بدیم که کسای دیگه به جای ما فکر کنن، این قالب بندی انسان ها، این همجور که شما گفتین مهندسی کردن انسان ها، هرچی عمیق‌تر صورت بگیره عمق فاجعه هم بیشتر خواهد شد. ممنون. ببینید، وقتی که ما میگیم این درسته، متفکرانی بودن که زمینه فکری و فرهنگی فاشیسم رو ایجاد کردن، یعنی این فاشیسم محصول یک عده بی سر و بی پا و بزن بهادر و سادیست نیست. یعنی اتفاقا وقتی که ما میگیم این گسست تمدنیه، یعنی که باید بریم به عمق و بریم به اون لایه های عمیق فرهنگ و جامعه، ببینیم از اون پایین چی در اومده بیرون. خب در لایه های عمیق فرهنگ که بریم، بله، ما شاخص ها رو میگیریم، عده ای از متفکران، کتاب ها، و بعد میبینیم که خیلی از این ایده ها که نتیجهش بوده هولوکاست، شده آشویتز، اینها رو پروفسورهای خیلی تمیز، خیلی مهربان در کتابخونه ها، کسانی که دستشون هیچگاه ظاهرا آلوده به خون نشده، اینها پرورش دادن این ایده ها رو، و از این ایده هاست که بوی خون میاد. یعنی وقتی که مثلا فرض کن ناسیونالیسم آلمانی رو که اگر نگاه کنیم، مثلا فرض کن اون روی کردی که هردر داره مثلا فرض کن به خلق آلمان، مثلا مد، خب ظاهرا خیلی بی آزار جلوه میده و وقتی که بخونید میبینید که خیلی هم جالبه و من خیلی هم در ایران ما هم اینو داریم، در فرانسوی هم دارن، ولی اینا میاد در یک حلقه اتصال قرار میگیره. یا اون حالت ناسیونالیزمی رو که مثلا فیلسوفی داره مثل فیشته، بعد خب میتونه آدم توجیه کنه که در یک دورانی تلاطم های انقلابی بوده و آلمانی ها میخواستن متحد بشن و نمیتونستن و این صدای رادیکال بلند میشده و همینطوره از این اینا، ولی همین حلقه ها به هم دیگه وصل میشه و بالاخره این محصول رو ایجاد میکنه. یا مثلا در همین نمونه اطرافمون نگاه کنید، مثلا خمینیزم، داعشیزم، بوکو حرام، اینا کفه های روی آب نیستن، اینا زمینه دارن و اینا از یک جایی آمدن و یک ریشه‌ای دارن در فرهنگ، در جامعه،
و اصلا از ما بیگانه نیستن. یعنی تصور نکنیم که مثلا داعش یک پدیده بیگانه است یا طالبان یک پدیده بیگانه است. نه، از دل همین فرهنگ در میاد و محصول مشترک این پدیده است. اینطوری باید نگاه کنیم و وقتی که اینطوری پیدا کنیم میتونیم انتقاد کنیم. و دوست عزیز دیگه ای که تاکید کرد وقتی که یک نظامی ایجاد بشه و این نظام تصور کنه با مردم هر کاری میتونه بکنه و میتونه مهندسی بکنه و اینو شکل بده، ما باید منتظر فاجعه و گسست باشی. بله کاملا درسته، ولی فورا این مطرح میشه که چی پیش میاد که چنین نظامی شکل میگیره و چرا مردمی اجازه میدن چنین نظامی بیاد بالا سرشون قرار بگیره. این سوال اساسیه. یعنی یک چیزی، یه اشکالی باید در ما وجود داشته باشه که چنین پدیده میاد سر ما سوار میشه، در فکر ما، در رفتار ما، در اخلاق ما، در ساختار جامعه ما. و بعد ما ناچاریم این تاریخمون رو بررسی کنیم ببینیم از کجا آمده این پدیده ها. همین بحث ها هم در اینجا مطرح شد. کسانی بودن که خیلی عقب رفتن برای اینکه ریشه فاجعه رو پیدا بکنن. یعنی اگر بیایم همین مفهوم مهندسی رو در نظر بگیریم، بگیم که هولوکاست یک پدیده مهندسیه، یعنی یک پدیده صنعتیه، و هولوکاست بدون صنعت مدرن ممکن نمیتونست باشه. شما از همینجا شروع کنید. خب صنعت مدرن رو چی ممکن میکنه؟ مگه صنعت مدرن بدون ریاضیات ممکنه؟ غیر ممکنه. برگردیم عقب، ریاضیات چطوری پدید آمد؟ میرسیم به مثلا به فیثاغورس، میرسیم به آرشمیدس. برخی ها اصلا یه خطی میکشن از آرشمیدس، از فیثاغورس، و همینطور این خط میاد تا وارد دوره صنعتی شدن عصر جدید میشه و وصل میشه، میره تا هولوکاست. این هم یه نظریه است که ایده میگه اون ایدهی بارور شد در هولوکاست که میخواست بسازه و به ساختن، به تولید، نابود کردن هم تعلق داره. یعنی این فرهنگ تولیدگری، این مقصر بوده و این تولیدگری در عصر جدید آمد، خودش رو غلبه نهایی پیدا کرد و ما وارد یک فاز شدیم. این دیدگاه رو که گفتم، دو فیلسوف برجسته آلمانی یهودی تبار به اسم هورکهایمر و آدورنو مطرح میکنند در کتابی به اسم دیالکتیک روشنگری. این کتاب به فارسی ترجمه شد. اینها میان، توجه کنید که کتاب زمانی نوشته شده که هنوز هیتلر اینا سر کارن، یعنی هنوز تموم نشده، و این دو فیلسوف که اون موقع در آمریکا بودن، اینا بنیانگذار مکتب مشهور به مکتب فرانکفورت هستن، اساسا خواستگاهش اون مارکسیستی بود. بعد اینها میرن و کار میکنن و این نقد فاشیزم رو، و همینطوری هنوز زمانی هست که ابعاد فاجعه رو نمیدونن خود اینا، میرن و اینقدر این نقدشون رو رادیکال میکنن
که کل عقل مدرن رو مورد انتقاد قرار میدن و میگن این عقلانیت، و بعد این عقلانیت رو میرن و کوشش میکنن تبار باستانیش رو پیدا کنن و مورد انتقاد بدن. یعنی برخی ها در نقدشون اینقدر رادیکال عمل کردن. من حالا قضاوت نمی کنم که آیا حق دارن یا حق نه، ولی میخوام بگم که بحثا تا کجا پیش رفت. یعنی اینا خیال میکردن که این گسسته تمدنی رو که بررسی میکنن میرن اون عمیق ترین لایه رو میگیرن و از اونجا شروع میکنن و در نتیجه این پروژه نقد عقلانیت رو پایه‌گذاری کردن در این کتاب دیالکتیک روشنگری. و این اولین بار بود که از جناح چپ این گونه انتقاد شروع شد. چپ ها تا اون موقع همواره باز به صنعتی شدن، به پیشرفت صنعتی و پیشرفت مدرنیته و خوشبینی نگاه میکردن، برخلاف گروهی از کنزرواتیف ها، گروهی از محافظه‌کاران، بخشی از مذهبی ها. همواره فکر میکردن که با صنعتی شدن، مدرن شدن، طبقه کارگر رشد پیدا میکنه، موازات کارگری رشد پیدا میکنه و با دل این یک فرهنگ دیگه و بالاخره یک نظم اجتماعی دیگه درخواهد آمد. و در مجموع چپ ها جزء اپتیمیست ها بودن، جزء خوشبین ها بودن. اولین کسانی که جزء اولین کسان مهمی رو که ما داریم که گفتن نه اینطوری هم نیست، این دو نفر هستن، یعنی هورکهایمر و آدورنو. و بعد از اون خیلی تاثیرگذار بودن روی بحث هایی که در گرفت در مورد مدرنیته و در مورد وضع بشر در عصر جدید در قرن بیستم. حالا من دو تا دیدگاه خیلی که قطبی در برابر همدیگه است رو به شما معرفی میکنم. دیدگاه اول در رابطه با هولوکاست، دیدگاه نوربرت الیاس هست، نویسنده کتاب روند تمدن. این نوربرت الیاس خودش یهودی تبار هست، این مجبور به ترک آلمان شد، این مادرش در آشویتس جان باخت. این در آثارش مدام به موضوع خشونت پرداخته. بعد علاوه بر کتاب بسیار مهمی که داره به اسم روند تمدن، کتابی هم داره که به اسم مطالعاتی درباره آلمانی ها، که در اونجا خیلی پرداخته به این بحثایی که مطرح کرد. نوربرت الیاس این کتابش به اسم روند تمدن جز کتاب‌های کلاسیک جامعه شناسی است. یعنی هر دانشجوی جامعه شناسی سرانجام باید این کتاب رو بخونه. کتاب خلاصش اینطوریه که ما هرچی که میگذره انسان‌ها متمدن‌تر میشن. شکل متمدن شدن این هست که ابتدا یک سری الگوهای رفتاری و کرداری صورت میگیره در اون الیت جامعه، در اون بخش بالای جامعه، در میون اشراف، و بعد از همونجا سرایت میکنه به پایین و یه دفعه تبدیل به نرم عمومی شده. مثلا فرض کنید که با کارد و چنگال غذا خوردم، این یه دفعه میبینی از اشراف، از طبقات بالا شروع میشه و بعد میاد تا پایین گسترش پیدا میکنه. این که
مثلا خودش مثال میزنه، تف نندازیم روی زمین. قبلا توی خیابون قبلا خیلی رایج بوده، بد دونسته نمیشده، ولی از یک جایی این دید پیدا میشه که آه این اصلا زشته، این بیادبانه است، مثلا آلوغ زدن وقت غذا خوردن بیادبانه است. و بعد این ابتدا در محافل الیت جامعه اون نخبگان شکل میگیره، در میون اشراف، بعد این اخلاق میاد پایین و همینطوری ما این هرچی که میگذره ظریف‌تر میشیم، بیشتر مواظب رفتار خودمون هستیم، یاد میگیریم مثلا اگر چیزی بخوایم تو حرفی همدیگه نپریم، جلوی خشممونو بگیریم، رعایت نوبت بکنیم، رعایت صف بکنیم. همین توی صف وایسادن و رعایت نوبت کردن، اینا دستاوردهای تمدنیه و اینا یک باره ایجاد نشده، خیلی کار شده که ما یاد بگیریم توی صف وایسیم. اصلا تمدن یعنی یاد گرفتن این که ما توی صف وایسیم. تمدن یعنی این که ما ببینیم کی نوبت ما میشه. تمدن یعنی رعایت دیگه. و تمدن در نتیجه به معنی این که من بتونم خودم رو کنترل بکنم و رعایت بکنم دیگران رو. نوربرت الیاس در این کتاب با ذکر مثال‌های فراوان جزئیات شرح میده که ما چطوری متمدن میشیم. کسی که این کتاب رو نوشته در مجموع هم خوشبینه دیگه، همین این روند ادامه پیدا میکنه، این روند تمدنی، یه دفعه مواجه میشه با این پدیده هولوکاست. و اونم از دور نه، خودش هم نزدیک بود قربانی بشه، چون که خانوادهش قربانی شد. خب این چه کار میکنه؟ این چطوری هولوکاست رو میخواد توضیح بده؟ معتقده که این در واقع هولوکاست یه بازگشتی به وحشیگریه، و ولی در این حال فکر میکنه که این حادثه یه اختلال اساسی در روند تمدنی ایجاد نکرده، یه پرانتز در واقع باز شد که این پرانتز رو کوشش میکنه با آنالیزی که از فرهنگ آلمانی میکنه توضیح بده. این یک نمونه است از توضیح این. یعنی یک ببینیم یه آدم خوشبین به روند تمدنی مثلا در این مورد هولوکاست کار کرده، نوربرت الیاس است. در برابر اون کسی که خیلی جالبه باش آشنا بشیم و امیدوارم بخونید آثارش رو، جامعه شناس انگلیسی در اصل از لهستان میاد به اسم زیگموند باومن هست. باومن کتابی داره به اسم مدرنیته و هولوکاست که خیلی بحث ایجاد میکنه. باومن هنوز زنده است. اگر در بعد باومن بحث میکرد رو در رو با نوربرت الیاس، بهش میگفت نه آقا این پرانتز نبوده، یه اتفاق نبوده، بلکه ذاتی تمدن مدرنه و این از دل این وضعیت برخواسته. خب ما در برابر میپرسیم خب آقای باومن چیه در تمدن مدرن که از توش هولوکاست در اومده؟ به ما میگه این اراده به ساختن، اینه که
شما فکر کنید این زمین و این جهان مال شماست و شما میتونید مهندسی بکنید. این خودخواهی و این خودبینی انسان مدرن که میگه همه چیز شدنیه و من میسازم و من مهندسی میکنم، میگه از توی این هولوکاست در میاد. دولت‌های گذشته به اصطلاح دولت باغبان نبودن، یعنی می آمدن سر کار، کاخی داشتن، خراجی می گرفتن، مذهبی رو سرکوب می کردن، مذهبی رو پشتیبانی می کردن، ولی این حس رو نداشتن که یک باغبانن و کارشون هست که این باغ رو شکل بدن و برخی چیزها رو بهش بگن که اینا علف هرزه و اینها رو بزدایند و بیان مدام قیچی وردارن و این شاخه ها رو بزنن و هر جا بخوان جاده بکشن. این دولت با این حس در عصر جدید ایجاد میشه، این دولت که تصور میکنه باغبان هست. به قول صحبتی کردم در مورد جمهوری اسلامی، گفتم همش میگن مهندسی، ما میخوایم مهندسی بکنیم. خیلی عجیب نیست ملاها مدام اصطلاحات مهندسی به کار میبرن؟ اصلا پدیده این قضیه گره خوردن بینش دینی با بینش مهندسی، این چیز فاجعه ناکیه. یعنی اگر بگید که داعش چیه، داعش گره خوردن همین بینش مهندسی هست که خیال میکنن با توپ و تانک با انفجار میتونن خلافت برقرار کنن. جمهوری اسلامی هم خیال میکنه که بالا مهندس اعظم نشسته و میتونه شکل بده، هر جوری میخواد شکل بده. با من میگه که این اراده به شکل دادن، این اراده به ساختن، این اراده به تکنیک و این اراده به اینکه هر چیز مبهمی رو روشن بکنیم، یعنی تکلیف رو باید برای همه روشن بکنیم، این حالت هست که از دلش این فجایع مثل هولوکاست برمیخواد. این دو تا دیدگاه بود که در برابر هم گذاشتم که ببینید که چه بحث‌های عظیمی هولوکاست ایجاد کرده.